خدا چجوری جهان را خلق کرد؟ بر اساس آیه 117 سوره بقره کافیه که خدا بگه بشو و یه چیز موجود بشه چه جالب توی تورات هم همینو میگه مثلا میگه خدا گفته روشنایی بشود و روشنایی شده یا گفته که زمین انواع حیوانات را به وجود بیاورد و انواع حیوانات به وجود اومدن نه عزیز من تورا تحریف شده شما هر سوالی که داشته باشی جواب درستش توی قرآن هست مثلا بر اساس آیه چهار سوره سجده خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و هرچه بین اونهاست رو در شش روز خلق کرده و بعد هم بر عرش فرمان روایی قرار گرفت خب توی تورات هم همینو میگه میگه خدا جهان رو توی شش روز خلق کرد و روز هفتم استراحت کرد نه دختر خوب خستگی کدومه برای همینه که میگم تورات تحریف شده خداوند در آیه 38 سوره قاف میفرمایند همانا ما زمین و آسمان را در شش روز آفریدیم و هیچ خستگی و رنجی به ما نرسید خب شاید این هم اشتباه باشه توی تورات گفته که در آغاز خلقت زمین مملو از آب بوده و خدا فلک را آفریده و آبهای زمین را از آبهای آسمان جدا کرده در واقع یه موضوعی توی اسلام هست به نام دهول ارز که میگه در آغاز خلقت زمین سطح زمین رو آب فرا گرفته بوده از اون طرف در سوره هود آیه هفت خداوند میفرماید و اوست خدایی که آسمان و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود خب یه چیز دیگه هم توی تورات اومده که احتمالا غلطه اونم اینه که بعد از اینکه خدا انسان رو آفرید خواست که انسان بر انواع ماهی ها و پرندگان و حیوانات اهلی و حیوانات وحشی حکومت کنه در واقع انسان اشرف مخلوقاته و توی قرآن هم خدا انسان رو به عنوان خلیفه خودش بر روی زمین معرفی کرده پس خودش چیکار میکرده مگه خودش حاکم جهان نبوده خداوند در سوره فرقان آیه 59 میفرمایند آن خدایی که آسمان و زمین و هر آنچه بین آن است را در شش روز آفرید آنگاه همین خدای رحمان بر عرش قرار گرفت یعنی خدا کسی بوده که بر تخت فرمان روایی نشسته من متوجه نشدم بالاخره خدا خودش تصمیم گرفته بوده که حاکم جهان باشه یا اینکه انسان رو خلیفه خودش کرده بوده تا انسان حاکم همه موجودات جهان باشه خداوند در سوره حدید آیه چهار میفرمایند اوست خدایی که آسمان و زمین را در شش روز آفرید و بعد بر عرش تدبیر عالم قرار گرفت اوکی قبول اصلا خدا جهان رو در شش روز آفرید و روی تخت سلطنت هم نشست ولی قبول داری که جزئیات خیلی کمی در مورد خلقت توی کتاب قرآن اومده؟ در واقع خداوند در آیه سه سوره یونس میفرمایند خالق شما در حقیقت خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد بعد بر تخت فرمان روایی چیره گشت او همواره کار جهان را تدبیر می کند و هیچ امری بدون ازن او اتفاق نمی افتد. باشه قبول اصلا بدون اجازه خدا اتفاق اتفاقی نمیافته سوال من اینه که مگه قرآن ترین کتاب ادیان ابراهیمی نیست چرا کمتر از بقیه کتاب های ادیان ابراهیمی در مورد جزئیات خلقت توضیح داده؟ خداوند در سوره اعراف آیه 54 میفرمایند پروردگار شما آن کسی است که آسمان و زمین را در شش روز آفرید آنگاه ذات مقدسش بر عرش قرار گرفت و روز را به پرده شب در پوشند. آخه همش تکرار کرده که ما جهان رو در شش روز آفریدیم بعد بر تخت سلطنت نشستیم سوال من اینه که مگه این کتاب قرار نیست کاملتر از تورات و انجیل باشه؟ چرا مثلا داستان آفرینش یا داستان پیامبران مختلف با جزئیات توی کتاب های تورات و انجیل اومده ولی توی کتاب قرآن جزئیات این داستان ها نیومده خود شما هم گفتی که هر سوالی که من داشته باشم جوابش توی قرآن هست ولی اینطوری نیست ازدواج که کنی از این فازا میای بیرون